گرت پورتر با ما هست، نویسنده کتاب بحران ساختگی، داستان ناگفته ایران هسته‌ای. اتفاقی که باید بیفته این هستش که آمریکا باید به برجام برگرده، یعنی اینکه تمام تحریم هایی که توسط دولت بایدن برخلاف توافق برجام علیه ایران اعمال شده بود، باید همه تحریم ها لغو بشن. دولت بایدن الان داره مقداری از اون تحریم های دولت سابق رو به عنوان اهرمی علیه ایران نگه میداره و نمیخواد اهرم ها رو از دست بده. مشکل برای برداشتن تحریم ها به نظر شما کجاست؟ عامل اصلی در اینجا برمیگرده به همون مسئله ای که در دولت اوباما وجود داشت، چون هم وزیر خارجه آمریکا و هم مشاور امنیت ملی پرزیدنت بایدن کسانی بودند که در همون زمان پرزیدنت اوباما سیاست آمریکا رو نسبت به ایران و نسبت به برجام تنظیم کردند. هر دو این مقام و دیگر مقامات ارشد آمریکا همیشه معتقد بودند آمریکا باید علیه ایران به قول خودشون اهرم داشته باشه و این اهرم های هستش که در دیپلماسی میخوان استفاده بکنند. قبلا این اهرم ها تهدید نظامی بود، حالا اون دوره تموم شده، حالا آمریکا فکر نمیکنه تهدید نظامی میتونه اهرم باشه، ولی واقعا فکر میکنن که تحریم های اقتصادی یه نوع اهرم دیپلماتیک هست و این اعتقاد دلیل اصلی هست که چرا دولت بایدن همچنان داره این موضع‌گیریه که میکنه که امروز کرد، یعنی نمیخواد برگرده به برجام که مشکل رو خیلی سریع و فوری حل بکنه. سیاستگزاران اصلی جو بایدن در بحث امنیت ملی آیا این درایت رو دارن که بفهمن مرتکب یک اشتباه خیلی جدی شدن، یه اشتباه جدی که میتونه به نتایج فاجعه بار منجر بشه؟ دولت آمریکا نمیخواد بپذیره که برای بازگشت به برجام باید دست از این تحریم های غیرقانونی علیه ایران برداره، چون این تحریم هایی که دولت ترامپ علیه ایران اعمال کرد برخلاف برجام بود، نقض برجام بود و نمیتونه این تحریم ها توسط دولت بایدن هم به همین شکل ادامه پیدا بکنه.